به نام خداوند بخشنده مهربان. حق میهن ستایش مخصوص ذات خدای است که پروردگار جهانیان است، همان ذاتی که در قرآن کریم خود چنین می‌فرماید: و تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. و در نیکوکاری و پرهیزگاری به یک دیگر یاری رسانید و در گناه و تجاوز دستیار هم نشوید. و گواهی می‌دهم که نیست معبودی بر حق جز الله یکتا و بی همتا. و گواهی می‌دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. درود سلام بر او و بر همه آل و اصحاب تا روز قیامت. اما بعد، عشق به وطن یک غریزه بزرگ انسانی و یک ارزش بزرگ دینی است. پیامبر ما صلی الله علیه و سلم زمانی که قومش او را از مکه مکرمه بیرون کردند، معنای عشق و وفاداری به وطن را تجسم کرد. پس خطاب به او گفت: تو خوشایندترین شهر و محبوبترین تو نزد من هستی. اگر قوم مرا از تو بیرون نمی کردن، بدون تردد و بدون تو زندگی نمی کردم. اما عشق به میهن مستلزم احترام به پرچم کشور و سرود ملی و همه اجزای آن و حفظ امنیت و ثبات آن است. بدون شک عشق به وطن تنها به سخنانی که گفته می شود و شعارهایی که داده می شود صرف محدود نمی شود، بلکه رفتار و فداکاری ها و حقوقی است و از بالاترین و شریفترین آنها فداکاری برای حفظ آن است. زیرا وطن یکی از دانشکده های ششگانه است که شروع آن را با حصارهای بزرگ حفظ و نگهداری احاطه کرده است و حفظ وطن یکی از اهداف اصلی ادیان است و فداکاری نفس در راه میهن یکی از والاترین مراتب ایثار است، چنانچه که الله متعال می فرماید: ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. بی تردید الله از مؤمنان جانها و اموالشان را به بهای این که بهشت برای آنان باشد خریده است. و بار دیگر می فرماید: و الشهداء عند ربهم لهم اجرهم و نورهم. و شهیدان نزد پروردگارشان به سر می برند و در آخرت پاداش و نورشان محفوظ است. و پیامبر ما صلی الله علیه و سلم به پاسداران و نگهداران وطن که در راه دفاع از آن خود را دفاع فدا می کنند مژده داد، چنانچه که پیامبر گرامی من می فرماید: دو چشمی که آتش به آنها نمی رسد، چشمی که از ترس خدا گریه می کند و در راه خدا نگهبانی می کند. و بار دیگر آن حضرت صلی الله علیه و سلم می فرماید: آیا شما را از شبی بهتر از شبی قدر آگاه نکنم؟ نگهبانی که در سرزمین ترس است و شاید به آغوش خانوادهش بر نگردد. همچنین میهن پرستی واقعی مستلزم مشارکت صمیمانه در ساختن ملت از طریق کمال کار و کیفیت تولید است، به گونه ای که موجب پیشرفت و شکوفایی ملت شود. دین مبارک ما مردم را صرف به کار کردن نمی خواهد، بلکه مهارت و مهربانی او را از او همچنان طلب می کند، چنانچه که پیامبر گرامی ما می فرماید: همانا خداوند دوست دارد یکی از شما کاری را انجام دهد که آن را کامل کند. و گفتن: اگر می خواهی وفاداری و اصالت و نجابت و بزرگواری مردی را بدانی، پس با میزان وفاداری او به وطن، حسن تعلقش به آن، دلتنگیش برای او و کارش برای آن را فکر کن. این حق ملت بر فرزندانش است که بین خود وابستگی و شفقت داشته باشند تا عشق و محبت غالب شود و کل جامعه زندگی امن و پایدار داشته باشند. الله سبحانه و تعالی می فرماید: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض.
و همچنان پیامبر ما صلی الله علیه وسلم می فرماید مثال مؤمنان در محبت و رحمت و شفقتشان مانند اعضای یک بدن است که اگر یکی از اعضای آن شکایت کند تمام بدن با بیخوابی و تب درد پاسخ می دهد. و در حدیث دیگری می فرماید محبوب ترین بندگان نزد الله تعالی کسی است که نفعش به مردم برسد و محبوب ترین اعمال نزد الله تعالی دادن خوشی به یک مسلمان و دور کردن رنج از آن است و قرض او را ادا کردن است و گرسنگی او را رفع کردن است. و همچنان می فرماید کسی که از مؤمن مشکل را از مشکلات دنیاوی را رفع کند خداوند جل جلاله از او مشکلات آخرت را رفع می کند. و هر کسی که آسانی ایجاد کند برای کسی الله تعالی بر او در دنیا و آخرت آسانی ایجاد می کند. ستایش مخصوص ذات خدایی است که پروردگار جهان آن است. گواهی می دهم که نیست معبودی برحق جز الله یکتا و بی‌همتا و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. بدون شک یکی از تاکیدات حقوق میهن تقویت ارزش های وفاداری و تعلق و تعمیق احساس مسئولیت در قبال بیت المال و عام المنفعه است و انجام ندادن آنچه که به ضرر مردم کشور است به عنوان خیانت و انحصار یا همچنان احتکار به همین دلیل است که پیامبر صلی الله علیه و سلم از این بیماری های خطرناک نهی کرده است. چنانچه که یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم می فرماید انحصار کننده لعنت شده است و همچنان در حدیث دیگری می فرماید احتکار نمی کند جز کسی که گناهگار باشد. و همچنان بار دیگری یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم می فرماید کسی که در معاملات مسلمانان چیزی را در احتکار کند و باعث افزایش قیمت یعنی شود پس در روز قیامت برای خداوند حق است او را در آتش بسوزاند. اما ما تاکید میکنیم که کسانی که در بحرانهای ملت تجارت میکنن و احتکار میکنن در تجارت احتکار میکنن فاسق هستن و از نعمت دنیا و آخرت بی بهره اند. چنانچه که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم میفرماید همانا کسانی که با مال خدا بدون حق معامله میکنند برای آنها در قیامت آتشی است. و همچنان میفرماید هر کی مال حرام به دست آورد با او خوشاوندی و صله رحمی را قطع کنید اگرچه او با داشتن روابط اصرار هم کند. آنچه ما باید بکنیم این است که حق میهن را ادا کنیم زیرا وطن برای همه فرزندانش است و با آنها است. هر کدام در میدان خود با همت و هرگزی حق وطن را ادا نماید. سرباز و پلیس در حفظ امنیت و امنیت وطن، دکتر در بیمارستان، کشاورز در مزرعه، کارگر در کارخانه و دانش آموز با کوشش در کسب علم و مثل این همه در مقام خود حق وطن را ادا نماید. چنانچه که الله متعال می فرماید و تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. و در نیکوکاری و پرهیزگاری با یک دیگر یاری رسانید و در گناه و تجاوز دستیاری هم نشوید. بار خدایا تو کشور من مصر و سایر کشورهای جهان را در پناه خود داشته باش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.